به نام خداوند جان و خرد. پیشگاه آسایش در سریال دراکولا در نقش ژاله کبیر بهترین بازی‌های خودش رو ارائه داده. با ویشکا آسایش در رابطه با این نقش و نقش‌های دیگر کمدیش و اصلاً کارنامه بازیگریش صحبت کردیم. با هم گفتگو رو ببینیم. خب همونطور که گفتم مهمان ویژه‌ای داریم، بازیگر خوب سینما، تئاتر و تلویزیون اینجا با ماست، خانم ویشکا آسایش. خیلی خوش آمدید. ممنون. خیلی خوش آمدید. یه صحبتی با دوربین بکنید تا برنامه. سلام به دوستان عزیزم، شب خوبی داشته باشین، انشالله که از کرونا به دور باشین. امیدوارم که تو این روزا حالتون خوب باشه. خوشحالم که دوباره خدمت آقای جیرانی هستم. ممنونم که منو دعوت کردین. خواهش میکنم. ما یه مسابقه با هم در 35 کردیم. بله. مسابقه خوبی بود. یه بخشتون مسابقه کم بود. خودت و در واقع بچگی خودت. اونا رو میخوایم توی این مسابقه اضافه کنیم و در واقع مسابقه رو کامل کنیم که تقریبا زندگیت کامل ما گفته باشه. اولا ویشکا آسایش چه سالی متولد شده میتونه؟ در رأس سالش ولی میتونی نه در نمیرم با افتخار 1351 در کجا؟ در تهران متولد ماه آبان هستم. چند آبان؟ 16 آبان. محلت؟ تهران، محل سیدخندان. کجای سیدخندان؟ ما سهروردی شمالی بودیم. خیابون مهاجر که سرش موزه بود، روبروش هم اون زمان جنگ اون هتلی بود که بعدن شد هتل هتل بین‌المللی. بین‌المللی هتل جنگ زده ها شده بود. بعد جنگ بود. اون موقع هتل بین‌المللی تهران بود. بله. اون موقع پلم نبود. نه پلم نبود. پل سیدخندان هم نبود اونجا. نه بعدن به تدریج ساخته شد. به تدریج ساخته شد تو انقلاب ساخته شد. من فکر می‌کنم تو اونجا یادم میاد. درسته. اولین بچه خانواده ای؟ من دومیم. من یه خواهر بزرگتر دارم که 1.5 سال از من بزرگتره. بله. پدر چه کاری بود؟ پدر مهندس، مهندس تأسیسات ساختمان. مادرم هم که معلم مهد کودک بود که البته رشتهش رشته مانتوسوری بود و تربیت کودکان. رشته مانتوسوری چیه؟ برای یک نوع متد آموزشیه در مهد کودک برای بچه های کوچیک که بهش مانتوسوری میگن. حالا یه مانتوسوری؟ مانتوسوری، بله. یه متده که حالا اونو میرن یاد میگیرن و به اون طریق کودکستان و مهد کودک آموزش میدن که حالا روشای چیز هست که خاص هستش که چجوری مثلا الفبا رو یاد بدن، چجوری با نقاشی. من خیلی وارد نیستم ولی در حد این که میدونم. کجا رفت خونه اون مادر؟ مادرم لندن. مادرم لندن. اونجا چند سال لندن بود؟ مادر من در سن 9 سالگی به خاطر شغل پدر بزرگم که سفیر ایران در هند چین بودن پرتو چین پرتو میرن هندوستان. چین پرتو میشه چین میشه اسم کوچیک چین میشه؟ اسم پدر بزرگم علی بود ولی برای کتاباش چین پرتو چین رو انتخاب کرده بود. علی پرتو بود؟ علی پرتو. بله. ولی اسم تخلصیش اسم ما چین پرتو. بله. بعد مادرم اینا میرن هندوستان برای به خاطر اینکه پدر بزرگم بعد میرفته اونجا ماموریت داشته برای به عنوان سفیر ایران در هند. درنش بچه ها رو با خودش میبره. مامانم یه خواهر داشت به اسم ارژنگ و اونا 4 سال هندوستان بودن و بعد اون دیگه پدر بزرگم مادر و خواهرم میفرسته لندن شبانه روزی
خودش برمیگرده ایران و دیگه اونا از اون سن تو شبانه روزی بزرگ میشن. چند سال اونجا؟ تقریبا 9 سال اونجا دیگه تا درسش تموم بشه، تا فکر میکنم 24-5 سالگی بوده لندن. خالم که اصلا شوهر انگلیسی میکنه و همونجا میمونه و زندگی میکنه. ولی مادر میاد اینجا. مادر برمیگرده. بله. بعد برای یه دوره میرن فرانسه، یه بورسیه میگیره توی رشتهش، چون تحصیلش در واقع آموزش به کودکان استثنایی بوده. مادر انگلیسیش خیلی خوب بود. بله. با تو انگلیسی صحبت میکرد؟ مادر تو بچگی چرا؟ مادرم تو بچگی با من خواهرم انگلیسی حرف میزد. منتها خواهر من خوشش نمیومد. نمیدونم بچه‌ها بچه بودیم دوست نداشتیم مادرمون یه زبون دیگه با ما حرف بزنه. همه عاشق این که زبون یاد بگیره. دقیقاً. و خواهرم گوشاشو میگرفت وقتی مادرم شروع می‌کرد انگلیسی حرف زدن. منم چون کوچیکه بودم هر کاری اون می‌کرد گوشامو می‌گرفتم. در اینجا هیچ وقت از طریق مادرمون نتونست. لجبازی شدیدی می‌کردیم تا شروع می‌کرد تو خونه با ما انگلیسی حرف زدن، دو تایمون اینطوری گوشامونو می‌گرفتیم. خوب انگلیسی حرف می‌زده به خاطر عقلمون نمی‌رسید. چون آدم از زبان انگلیسی از بچگی هوش بیشتری داره برای یادگیری. بله. آره واقعا ما عقلمون نمی‌رسید که باید پس بعدن انگلیسی یاد بگیریم. بعدن انگلیسی یاد بگیریم. ما مدرسه فرانسوی فرستادنمون کدوم مدرسه رفتی؟ انستیتو مریم. کجا بودن استاد مریم؟ توی میدون مادر توی یعنی میرداماد. یه مدرسه اون موقع میدون مادر بود اسمش؟ اسمش میدون مادر. نه اسمش میدون مادر نبود. یه چیز دیگه اون بچه بودم اصلا یادم نیست. ولی تنها چیزی که من 4 تا کلاس اونجا بودم، 2 تا مهد کودکی، یه آمادگی، یه کلاس اول. اونجا زمان فرانسه بودیم. اونجا فرانسه و فارسی میخوندیم و فرانسه زبان اصلی بود. از همون مهد کودک با همون فرانسه حرف میزدن. و از 3-4 سالگی رفتیم بله. اونجا. بله. آره. و بعد دیگه من رفتم مدرسه معمولی رفتم. یه سال یه مدرسه تأسیس شد توی همون طرفا به اسم مدرسه زینب. بعد یک سال اونجا بودم و بعد اومدم مدرسه مهر ایران که بعد شد فرهاد، بعد شد هاجر که توی آپادانا روبروی آپادانا بود. 3 تا مدرسه از دبستان، راهنمایی، دبیرستان توی کوچه بود که اسم آخرش هاجر شد. دیپلم تو کجا گرفتی؟ بله. دیپلم چی گرفتی؟ تجربی گرفتی. آره. ولی به خواسته خودم نبود. من خیلی دارم خواست ریاضی بخونم. چرا نخوندی؟ برای اینکه رأیم رو هی زدن، یعنی تو فامیل آدم هایی که دور و برم بودن در واقع گفتن ریاضی سخته، ریاضی رو نمیتونی. اون موقع هم خب واقعا مشورت نمیشد از مدرسه گرفت، یعنی اونجوری راهنماییمون نمیکردن. فقط آپشن ریاضی و تجربی بود، یا اینکه اصلا میرفتیم اقتصاد و هنرستان و اینا که اونا که اصلا هیچ کس دور و بر ما مثلا هنرستان نرفته بود. من فکر میکنم شاید اگر من آشنایی داشتم با هنرستان، شاید هنرستان رو حتی انتخاب میکردم، چون من همیشه با هنر و کار دست و میدونی همه اینا خیلی علاقه مند بودم. دیپلم تو گرفتی چیکار کردی؟ دیپلم همون که گرفتم از یه سال، همون سال آخر دیپلم قرار بود که برم لندن، یعنی میخواستم ادامه درس بدم، چون من و خواهرم یک سال رفتیم آلمان با هم؟ بله. قبل دیپلم؟ بله اول نظری. اون موقع خواهرم هنوز 16 سالش نشده بود و خاله من که لندن زندگی میکرد دوست داشت ما بریم لندن پیش خالم. بچه هم نداشت و میخواست که ما اونجا باهاش باشیم. موقع هم جنگ بود و بمباران بود و داستان ها که چون خواهرم 16 سالش هنوز نشده بود ما میتونستیم بدون ویزا وارد آلمان بشیم. ما رفتیم آلمان که در واقع بریم سفارت لندن که از اونجا بریم لندن پیش خاله‌ام زندگی کنیم، که یعنی در واقع دبیرستان رو اونجا بخونیم، که مصاحبه‌ای که بهمون دادن گفتن که بعد سال دیگه بیاید، یعنی نوبت مصاحبه‌مون. در نتیجه ما رو اونجا، من و خواهرم رو گذاشتن پانسیون شبانه روزی، یک سال آلمان موندیم که بتونیم اون مصاحبه رو داشته باشیم، که خیلی سال سختی بود بخاطر اینکه من و خواهرم از مادر پدرمون جدا شدیم، سنمون کم بود، سال آخر جنگ بود، بمباران ها، موشک باران ها، که من ایران نبودم و آره و ما توی پانسیونی بودیم که مال ایرانی، مال یه خانومی به اسم خانم ارجمند بود که همه شاگردا ایرانی بودن. در اینکه اخبار مدام آره و تلفن از این مدل ها بود که میدویدیم سر خیابون پول بندازیم تلفن کنیم ببینیم که کی هست. آره خیلی خیلی سال تلخی بود و حالا خوبی های خودشو داشت، تجربه خودشو داشت. زبان آلمانی یاد گرفتیم؟ زبان آلمانی رو اونجا شروع کردیم یاد گرفتن، چون مدرسه میرفتیم دیگه، صبح مدرسه میرفتیم. اونجا سیستمی داشتن آلمانی ها که ما که سال اولمون بود به عنوان
بهش میگفتن گاست شوله، که ما شاگرد مهمان بودیم، به عنوان مهمان از ما مراقبت میکردن. یه سری درس ها رو ازمون میخواستن که امتحان بدیم، ولی در درس های دیگه بهمون ارفاق میکردن، چون به هر حال زبانمون زبان قوی نبود، نمیتونستیم. یعنی منو نشوندن همون اول نظری، خواهرمو نشوندن دوم نظری، ولی با ارفاق، یعنی که با توجه به اینکه زبانمون ضعیفه. ولی خب اگر میموندیم باید دیگه سال بعد قوی میکردیم. و ولی یه سال بیشتر نمونیم. چرا برگشتی؟ از اون کارا کردیم، من و خواهرم، دیگه واقعا سختمون، چون پانسیون، شبانه روزی، مادر پدر دور، درسمون که داشت تمام میشد، سال آخر یهو تصمیم گرفتیم بدون این که بگیم به مادر پدرمون، چون مصاحبمون هم رد شد، یعنی قبولمون نکردن، بهمون ویزای انگلیس رو ندادن، تصمیم گرفتیم سوار هواپیما بشیم بیایم. عموم هم اونجا زندگیم که منطقه عموم من یه شهر دیگه بود و تازه ازدواج کرده بود، اونم کمک کرد به این داستان که ما دوتا زودتر بریم. آره سوار، برامون بلیط گرفت، سوار شدیم، اومدیم فرودگاه، تلفن زدیم به خونه، بابام گوشی رو برداشت، گفت بچه ها چطوری؟ گفتم ما فرودگاهیم. اصلا این انگار آب سرد دخته بودن. از اون کارا بود که اگر نمی کردیم مسیر زندگیمون یه بر دیگه می رفت. حالا که کردیم مسیر زندگی من اومدیم. اومدین دیپلم اینجا گرفتی؟ دیپلم اینجا گرفتم. بعد دوباره رفتی انگلیس؟ با تام بازی کردم امام علی. بعد رفتم انگلیس. خب قبل از اینکه بریم انگلیس که اونجا طراحی خوندی، برای صحنه لباس طراحی طراحی خوندی، ما صحبت قبلی کردیم، ظاهرا تو انتخاب شریفینیا بودی، نه بله. انتخاب مازیار دایید. درست. شریفینیا تو کجا دیده بود؟ منزل داییم. تو اونجا رفته بودی؟ بله. دایی خاله و شوهر خاله من که انگلیس زندگی میکردن تابستون بود آمده بودن، منزل داییم بودیم و یک شب داییم شام دعوت کرد ماها رو، دایی به خاطر خاله و شوهر خاله، و اون تایم سر فیلم برداری بودن با همین سر با شریفینیا، آقای شریفینیا و خانم و دو تا بچه‌ها رو دعوت کرده بودن و خدا بیامرز آقای نوری خواننده. آره اونم بود که خیلی شب جالبی بود و دختراش بودن موقع، هنوز بچه‌ها نرفته بودن امریکا. پسرش بود. مازیار کجا بود اون موقع؟ میر اماد. میر اماد، هفته تیر میر اماد. بله بله. یه خونه ویلایی کوچولوی جمع وجور خیلی نازی داشت. آره اونجا من آقای شریفینیا برای اولین بار دید که بعد اون به دایی از زن خانمش جدا شده. نه نه بودن. ما بودن. بله بله. بچه‌ها هم هنوز نرفته بودن امریکا. هنوز امریکا نبودن. نه نه بودن. اونجا شریفینیا تو رو دید؟ بله اونجا من. همونجا چی تی بهت گفت؟ هیچی نگفت. اون شب فقط من، خب همه موزیک میزدن، پیانو میزدن، ما تو خونه کلن موسیقی همیشه به راه بود، مادرم موزیک میزنه، پیانو میزنه، منم حالا بلد بودم، پرو پرو پیانو زدم. آقای شریفینیا رفت. موسیقی از بچگی یاد گرفتی؟ من از 9 سالگی بعد. پیانو؟ پیانو بله. پیانو بیشتر هنگای خارجی میزدی؟ نه نه اتفاقا خیلی جالبه که من و خواهرم با هم پیانو رو شروع کردیم، معلممون خانم فریبا جواهری، حتما میشناسینش، ایشون با سیمین قانه. بله بله دیدم سیمین قانه. بله بله پیانیست ایشونن و معلم ما ایشون بود، فریبا جواهری خانم. اون موقع خیلی سنش کم بود و وقتی که شروع کردیم به حالا یاد گرفتن و زدن و این داستان ها، به مادرم گفت که ویشگاه دستش ریتم داره، اجازه بده من باهاش آهنگ های ایرانی رو کار کنم. آویسا خواهر من برعکس منه، خیلی آدم ملایم و آویسا بله. خیلی ساکته و خیلی خجالتی و خیلی خانوم و من وحشی و شلوغ، و گفت من با آویسا آهنگ های کلاسیک خارجی رو کار میکنم، با ویشگاه کلاسیک ایرانی، آهنگ های جواد معروفی، و چون گفت دستش پیانو جواد معروفی دیگه، معروفه دیگه. و این شکل اینجا شروع کردیم. بله من رفتم تو اون خط، خواهرم رفت تو اون خط. آره من که یه اتفاق خیلی جالبی افتاد، چون ما با معلممون تقریبا بزرگ شدیم، حالا هی کنسل میشد، هی اتفاقای تو زندگیش میافتاد، ما کلاسام کنسل میشد، دوباره وابستهم بودیم بهش، حاضرم نبودیم معلم دیگه ای بگیریم، درنچه هی قطع و وصل میشد این آموزش. بعد دیگه ما خبردار نشدیم ازش، یعنی دیگه فاصله بینمون افتاد. من رفتم لندن، اومدم سر فیلم ساحره، ما کرمان داشتیم فیلم برداری میکردیم،
ارگی بم. اون موقع ارگ بم بود، ارگ آز... یه چیز زده بودن، یادم نیست، یه سالونی بود، دعوتمون کردن یه شب هممون رو بریم کنسرت، خانوما رو گفتن خانم قانه. بعد یعنی خوانندگی برای خانوما. بله. بعد رفتیم، من اون بالای بالا، هممون ردیف بالا، سالن بزرگ پر خانوم. این خانوم اومد، پیانیست از دور، من نمی‌سم که پیانیستشون این خانوم استاد توئه و یه تیکی داشت معلمم، حالا از اون دور یه چیز کوچولون پایینه، من چشام از حدقه همینجور گریه، من می‌خواستم بدوام برم رو صحنه. این یه تیکی داشت، دستش رو یه کاری خاصی می‌کرد موقع پیانو زدن، و وقتی که نشست من این مدلی بودم که این معلم منه فریبا دیگه. خلاصه بعد کنسرت رفتم اون پشت، پریدم بغلش از گریه، اون گریه میکردم. چند سالش بود فریبا اون موقع؟ فریبا جوان زنده اصلا؟ اصلا خبر ندارم، جوان اون موقع. ببینید ما که شروع کردیم 9-10 ساله بودیم، اون فهم میکنم مثلا 20 خورده ای بود، خیلی تفاوت 10-15 سال با ما داشت. آره فهم میکنم پس ساهره اگه من 20 خورده ای بودم، اون 40-35. خبری نداری ازش؟ نه شماره ندارم ازش، چی ندارم. خیلی اونجا بره. پس اونجا مجدد دیدیش، رفتی آره. بغلش آره. کردی خیلی خوب. سیمین قانه هم که چند تا ترانه خوندی؟ بله خوند، و شب خیلی جذابی بود. آره. آره. خب آره. شریفی نیا تو رو دید؟ کی زنگ زد به دایی؟ شریفی نیا منو دید، و آقای شریفی نیا رفتن یه دوربین آوردن، از پیانو زدن من فیلم گرفتن تو خونه، تو خونه داییم. بعد فرداش گویا میان پیش داییم نشون میدن تصویر رو که وقتی آمد از فیلم میگیره چی بهت گفت شریفی نیا؟ هیچی. گفت کار خودتو بکن. گفت کار خودتو بکن. نگفت برای بازی میخوام تو رو. هیچی. و من گفتم، گفت آره تو اصلا کاری، یعنی مثلا دختراش هم بودن، مهراب و ملیکان بودن کوچولو، آره مای فرفری کوچیک. هم گفت بزن ادامه بده، هم نگاهش میکردم، گفت کارت به من نباشه، من پیانو زدن تو میخوام بگیرم. منم تموم شد، تموم شد، رفت. بعد این تابستون بود، رفت. حالا تو این فاصله به دایی من میگفته که ویشگاه رو بیار برای تست قطام، دایی مخالفت میکرد. منم تو این فاصله منتظر ویزام بودم که بیاد که برم لندن. بعد یکی از مثلا دیگه فکر کنم آبان ماه بود، فکر کنم 4-5 ماه گذشته بود، از 3-4 ماه گذشته بود، دایم اومده بود منزل ما، من از بیرون اومدم، یهو گفت ویشگاه فیلم بازی میکنی؟ گفتم آره. گفت شوخی ندارم؟ گفتم منم شوخی ندارم، شوخی باش میکردم. گفت شوخی نمیکنم. گفتم شوخی؟ یعنی این کلکله ادامه پیدا کرد. بعد همون موقع تلفن زدم به آقای شریفی نیا، و که همون موقع گوشی رو داد، گفت بیا شوخی بهت میگم ندارم، بیا قرارتو بذار. که آقای شریفی نیا گفتن که ما میخوایم یه تست گریم برای شما بذاریم، میتونید تشریف بیارید شرک سینمایی. شرک سینمایی این غزالی؟ غزالی، شرک غزالی. با مادر رفتی؟ با مادرم. بله با مادرم رفتیم. روز رفتیم که قبل من یه خانم دیگه اونجا بودن داشتن گریم میشدن، و بعد منم قرار بود کسی دیگه گریم بشه. یعنی چند نفر داشتن گریم میکرد؟ خانم شیرازی، مهری شیرازی. اسکندری هم بود اونجا. بله. نظارت میکرد. بله. گریم کردن. عکس گرفتن. بعد رفتیم، یعنی حالا لباسم دادم پوشیدم. یه شمشیرم دادن دستم، گفتن که حالا مثلا یه سری کارا بکن. آقای شریف نگو بچرخ با شمشیر، میچرخیدم و عکس میگرفتن. میدونستی چه نقش میخوای بازی کنی؟ نه هیچ ایده ای. هیچی. اصلا انگار من رفتم بازی با مامانم، یعنی گفتم بریم اونجا. مامانم ناظر بود. مامانم ناظر بود، و اون اتفاقا اون خانمی که قبل من داشتن گریم میشدن بسیار زیبا بود اون خانم، و چشپوی مشکی قشنگ، که مامانم برگشت یه نگاه به من کردی، نگاه به اون کرد، گفت تو رو بچی آوردن. چه شب رو مشکی دارن دیگه، 200 ابرو چشم. آره. بعد دو روز بعد دیگه میگم صبح زود بود، خوابیده بودم، مامانم اومد بیدارم کرد، گفت زنگ زدن تماس گرفتن که تو انتخاب شدی. مامانت بیدارت کرد؟ مامانم بیدار. آره. به مامانت گفته بودن؟ آره زنگ زده بودن خونه. کی گفته بود به مامانت؟ فهم میکنم خود آقای شریفی نیا تماس گرفته بود. مامانم اومد گفت زنگ زدن که فردا ماشین میفرستن دنبالت، بری انتخابت کردن. ماشین اومد دنبالت؟ ماشین از این پاترولای چاردر. خب نشستی ردیم بله، نشستم و صندلی عقب نشستم، و این مدلی بودم که خب من که شوخی کردم، خب حتما شوخیه.
این جدی نیست و همش دلشوره داشتم و این مدهی که خب الان یعنی چی من باید برم الان چه بودی و راننده تک بله رفتی شهرک؟ رفتیم شهرک غزالی اونجا رفتیم اتاقای گریم اینجوری جدا جدا بود بردن منو گریم کردن لباس دادن تنم کردن و بعد توی شهرک غزالی یک خونه‌ای درست کرده بودن که خونه در واقع قطان و عبا قطان بود گفتن این خونته و بعد چیزی که هم داییم به هم سلام به هم گفته بود من ازش سوال کردم که خب چرا من الان داستان چیه؟ چرا کسی دیگه نگفتن که آقای میرباقری اون کسی رو که میخواسته پیدا نکرده و من این برداشت رو داشتم که اینا از روی ناچاری دیگه حالا دیگه عجله دارن و گفتن که دیگه رو انتخاب کنیم دیگه حالا دیگه اینه یعنی این فکر تمام مدت تو سن اذیتت میکنه آره که یعنی خب از روی ناچاری من انتخاب کردم حالا چیکار کنم نکنه من مناسب نباشم نکنه خوب نباشم من شک داشتم شکت کی برطرف شد شکم روز آخر تاییدیه باید میگرفتم یعنی همش نگران بودم نکنه اشتباه خب. دارم انجام گریم شدی از اتاق اومدی بیرون اومدم بیرون میرباقری چی میرباقری دیگه گفت این خونته گفت این کار سختی نمیخوام انجام بدی امروز اصلا دیالوگم نداری میخوام یه سری حرکت ازت بگیرم راه رفتن و نگاه شریفینی ها بود سرسن؟ بله مدام سرسن همیشه بودن که اولین پلانم هم پلانی بود که من پشت پنجره میشستم و آقای پرویز پرسویی با اسب باید میومدن به تو نگاهش میکردن و من نگاهشون میکردم و به من گفتن جوری نگاه کن که تحت تاثیر قرار بگیره و نگاه کردی؟ بله نگاه کردم و مثل اینکه نگاه خوب بود دایی چیزی نگفت تو نگاه؟ هیچی دایی من خیلی رابطه دایی و خواهرزاده رو در سر صحنه انجام نمیداد. بهت میگفت خانم آسایش. خانم آسایش یا ویشکا جان. بیشتر خانم آسایش بود. و خیلی جدی بود با هم. یعنی اون رابطه سر و کله زدن و شوخ طبعی که ما تو خونه با هم داشتیم سر فیلم برداری اصلا همچین چیزی نبود. نگاه کردی میرباقری چی بهت گفت؟ گفت عالی بود. باور کردی؟ آره. از کس دیگه پرسیدی؟ بله بعد برگشتم با آقای شریفی نگاه کردم اینطوری کردم اونم یه اینطوری کرد یعنی همشون تاییدیه میدادن بهم خانم شیرازی رو نگاه کردم از اون ور که خوب بود چیکار کردم درست بود چه اتفاقی افتاد سرسنه گیریم شیرازی میکردی بله و دستیارشون یه خانمی بودن اونجا دومین پلانم این بود که با شمشیر یه سری ریسه آویزون بود توی خونه قطام که آقای میرفقرایی و دستیارانش اینو با دست درست کرده بودن یعنی این بامبو بودن نمیدونم چی بودن اینا رو همه رو نخ کرده بودن ریسه درست کرده بودن که آقای میرباقری اومدن گفتن که میخوام با شمشیرت بری با یک ضربه از این ور به این ور اینو پاره کنی میتونی؟ گفتم که میکنم گفت حالا دو سه تاش هم پاره بشه جواب میده بعد من رفتم پشت از اون بالا زدم همه رو پاره کردم آقای میرفقرایی میزد تو سرش که خب همش پاره شد ولی اونم خب راضی کننده آره چشای آقای میرباقری از دیالوگ هم نگفتی نه هفته اول اصلا دیالوگ نداشتم سناریو بردی بخونی؟ ندادن سناریو به من به من اینطوری دیالوگ میدادن یا از مثلا اگه خیلی بود دو بار یا سه بار رفتم منزل آقای شریفینیا با خانم حاجیان دو سه تا دیالوگ رو تمرین میکردیم برای اولین بار یه سری مثلا مونولوکتور بودن زیاد بودن این دوبار رو یادمه که رفتیم اونجا که هم آزیتا با من کار میکرد که مثلا چجوری حرف بزنم چجوری بخونم و چجوری یه ذره نخورم کلمات رو بقیهش اینجوری بود که سر میز گریم صبح به صبح به من میدادم من اصلا هیچ وقت متن امامت رو حفظ میکردیم بله این شانس رو داشتم که میتونستم سریع دوبله شدی تو مثل این کاره؟ بله کی دوبله کرده؟ خانم مینو غزنوی اون خیلی خوب بود یکی از نمیگونم مؤثرترین صداها بسای نقش قطام اصلا فیلم دوبله بود همه به داشت آدم ها صحبت میکردن اون موقع اصلا امکانه صدا برداری توی مولی دوبلهش کی بود؟ نمیدونم یادت نمیدونم نه یادم نیست چون آقای اسماعیلی به جای داره شرجمن صحبت میکرد داره بله
یادش بخیر آقای ارجمند اینا همه دوبله بودن. مثلا مثلا اونایی که صدای خودشون خوب بوده نمیدونم چرا بعد کسی دیگه صحبت نمی‌کنه. کلا دوبله کردن این سریالو. هیچ کس جای خودش صحبت نکرد نه؟ یعنی هیچ من یادم نمیاد. یعنی تو اون جایی که من از امام علی یادمه، امام علی اکثرا دوبله بود. شاید شریفی میاد. شاید. حالا باید یادم بیاد ولی شاید شریفی نیا متاسه اونم شک دارم منم الان اونم شک دارم ولی میدونم که در واقع اکثر ابن ملجم چقدرم بازیگر درجه خیلی بازیگر خوب آره و چقدرم خوب بود خیلی خوب بود ابن ملجم درجه یک بود یعنی من... هم قطام خوب بود هم ابن ملجم خوب بود آره. خیلی خوب بود آره. من روزی که رفتم سر صحنه واقعا هیچ کس رو نمیشناختم اولین دیالوگ گفتی کدوم دیالوگ بود؟ یادته؟ آره میگفتم که چه که با هر دقل بابی بگویم علیکم السلام موقعی بود که خواستگار میخواست بیان و من با برادرام و پدرم داشتم دعوا میکردم میگفتم که چه که با هر دقل بابی بگویم علیکم السلام و این پنجره رو میکوبیدم و بعد میرفتم شلوغکاری میکردم این جمله رو خوب یادمه بقیهش رو موقعی که سریال پخش شد انگلیس بودی؟ بله انگلیس بودم. سریال فیلم مدرسه چقدر طول کشید زمان بود؟ ببینید من موقعی که ملحق شدم به گروه یه سال و نیم حدوداً دو سال بود که فیلم مدرسه شروع شده بود. بعد کار من 3.5 ماه طول کشید. اونم به خاطر اینکه آخرای کار برف می اومد، اون سقف مسجدی که ساخته بودن هی می ریخت. هی هم اینا با من شوخی میکردن تو ممنوع خروجی تا زمانی که ما این کار رو دیگه نمیتونی بری. که بعد دیگه گرفتم من 3 روز بعد از اینکه کار تموم شد رفتم چون ویزام تموم میشد یعنی مجبور بودم سریعتر برسم برفتی دانشگاه بله من سال سوم بودم که امام علی پخش شد یعنی 2 سال اونجا. بله تحصیلاتش اونجا اومد بود مادرم به هم فقط میگه مادرم به هم زنگ زد که ویشکا معروف شدی اینجا راجع به تو روزنامه ها مینویسن ولی خیلی نمی گرفتم قضیه رو یعنی اون هیجانش توش نبودم و این مده بودم وار مگه ممکنه که یادمه که تو دانشگاه یکی از همکلاسیام پسر الکس کامرن بود الکس کامرن دیزاینر فیلم های جیمز باند که وقتی که مامانم مثلا نامه نوشت و گفتش که چیزه رفتم به شوخی بهش گفتم که هی الکس برو به بابات بگو که من یه هنرپیشه پرژین داریم میتونی تو فیلم های جیمز باند برو بگو بهشون بگه که اینا بودن واه تو فیلم بازی کردی چرا تا الان به ما نگفتی و همه شوخی میدونین یعنی اون چیزش تب و تاب بشه چی میگن سر صحنه ارتباطت با پبید پرستویی چطور بود خوب بود من خیلی بازی باهاشون نداشتم تو بازی با بیشتر با ابن ملجم داشتی آره ابن ملجم داشتم با خدا بیامر سیروس گرجستانی آره بیشتر بازیم بود با آقای ارجمند یکی دو تا داشتم آره با آقای پرستویی به جز اون بود ارجمند چه رابطه چطور بود خوب بود بله خیلی همشون خیلی رعایتت میکردن بله کمک میکردن کمک میکردن خیلی همراه بودن خیلی چیز تشویقم میکردن راهنمایی میر باقری چطوری بود خیلی خوب بود یعنی از همه چیز من رو کنترل میکردن از راه رفتن و از نوع چرخشم و از برگشتم و از پلک زدنم و از بیانم و جنس گفتن دیالوگ جنس گفتن آهنگ دیالوگم رو و حالا همه رو کنترل یعنی همه رو با هم حرف می‌زدیم به هم توضیح می‌دادن من اجرا می‌کردم و اگر که اوکی بود که خب اوکی بود اگر نه تصحیح می‌کردن راهنمایی خیلی خوب خیلی خیلی یعنی من تمام چشم بهشون بود دیالوگ تمام شد نگاهشون میکردم که درست گفتم همش می‌خواستی تاییدیه بگی تمام نمیگرفتی حالت خوب نمیشه اصلا نه باید اینو میگیره آره وگرنه باید اینو میگرفتی که بتونی آره چون اصلا تمام مدت شک داشتم دیگه که خب الان اینا مجبور شدن که من انتخاب کنم و من باید راضی نگهشون دارم نباید مثلا یه کاری کنم که پشیمون شن همش این تو فکرم بود چه لحظه‌ای از بازی یادت که خیلی دوست داشتی یه صحنه دارم داشتم دارم با
آقای خدا بیامرز آقای ارجمند. ارجمند برادرشون. آه انوشیروان. انوشیروان. با ایشون هم من خیلی بازیام. خیلی خوب بود. اون صحنه ای که یعنی اون صحنه خیلی هنوز لحظه هاش هست که آردا رو می آوردم و آتیش می زدم. اگه یادتون باشه آردایی که در واقع پدرم فوت کرده بوده، برادران فوت کرده بودن و مقصر دیگه الان قطام امام علی رو میدونه. امام علی موقعی بود که آذوقه ها رو میذاشتن دم در کمک میکردن و من میارم اینا رو میکشم و آتیششون میزنم. این صحنه نمیدونم چرا موقع اجرا موتور خیلی تحت تاثیر قرار داد. آره آره خیلی خیلی چیز بودم که خب این چقدر وحشیه، چقدر حالا داره چرا این کار داره میکنه. ولی دیدین یک کارایی میکنید موی بدنتون. بله بله اون بود و هست الان تصویر هست قشنگ یادمه چه لباسی تنم بود، چه جوری بود، چی کار کردم و خوب یادمه همه. و آخرین پلانی که بازی کردی؟ آخرین پلان تو مسجد کوفه بود. خیلی اونو یادمه چون دیگه استرس داشتم برای رفتن، نمیذاشتن من برم. صحنه‌های خیلی زیادی توی امام علی تو ذهنم هست. یکی یه جای دیگه بودن نقش بچگیمو در واقع باید بازی میکردن و بعد آقای میرباقی گفت باید گردن گوسفندو ببری. بعد من داییم من گفته بود هیچ وقت نه نمیگی، رعایت میکنی، اطاعت میکنی، نمیدونم چی و اینا. همینجوری به داییم نگاه کردم که الان من نمیتونم. بعد همینجوری فقط اشکام میومد، زبونم بند اومده بود و نمیتونستم بگم من این کارو نمیکنم. چون داییم گفته بود اجازه نداری مخالفت کنی. بعد نمیدونستم بعد چیکار کنم. این مدلی بود که آقای میرباقی من نگاه کرد، دید اشکام جمع شده و گفت نمیتونی. نه گفتم اصلا نمیشه، من چه جوری الان گردن گوسفند ببرم، تا حالا این کارو نکردم. که بعد گفت خیلی خوب، ما اینو میبریم تو کله رو بعد دست بگیری. که حالا اگه اون تصویر رو ببینید ببینید کاسه خونه چشام اینو گرفتم و سعی میکنم به این گوسفندم نگاه نکنم. اونم خیلی صحنه بدی بود، اصلا دوست نداشتم. چرا باید ببرم کله رو؟ برای چی؟ بخواستن نشون بدن قطان وحشیه یا از بچگی. خب پوینت مهمی بود ولی خب نمیشد. آره صحنه چیزی بود. آره. وقتی آمدی از انگلیس که آمدی اونجا سریال نمیدیدی؟ برات نمیدید. نه اونجا نبود تلویزیون. اون موقع ماهواره نبود. نبود اون موقع. بعد واقعا من اصلا تو یک دنیای دیگه بودم اونجا. اصلا مهم نبود. مامانم حالا نامه میداد که تو روزنامه راجبت نوشتن، ولی انقدر حواسم جای دیگه ای بود. حواسم اون موقع به کار کردن اونجا برات مهم بود. بله. تو انگلیس کار تو انگلیس و دانشگاه و درسم و دوستام و اینکه حالا به هر حال نمره هام خوب بشه. بیشتر دوستای خارجی داشتی؟ بله همشون خارجی. ایرانی من دوست ایرانی نداشتی؟ نه. من چون شوهر خالم انگلیسی بود، در چه خاله من هیچ معاشرتی با ایرانی ها نداشت. دوستام هم دانشگاه اصلا تو دانشگاه اصلا آدم ایرانی نبود. در چه بهترین دوستام یه دونه سوئدی بود و یه دختر انگلیسی. بله. چند سال انگلیس بودی؟ 5 سال. آمدی ایران؟ بله بعد 5 سال اومدم ایران. طراح صحنه شدی؟ نه هنوز نشد. یعنی طراح صحنه اونجا شدم ولی اومدم. اونجا چه کاری کردی؟ تئاتر کردی؟ اونجا تئاتر کار کردم. اونجا تئاتر که جزء پروژه های دانشگاه بود دیگه. از مدرسه 2-3 تا پروژه ما رو فرستادن، به خصوص سالهای آخر که هم 4 سال بود. بله 4 سال بود که بریم هم کار یاد بگیریم هم جزء رزوممون بشه. بعد کلا سیستم دانشگاه اون دانشگاهی که من بودم این بود که خیلی مهم بود که این رزومه پر باشه و سال آخر که اگزیبیشن کارامون رو میذاشتیم و اینها در واقع همه شاگردها از توی این اگزیبیشن ها کارهای آیندهشون رو به دست می آوردن و من چون داشتم می آمدم ایران مثلا اون کارتم رو درست نکرده بودم که اتفاقا سال آخر پروژه‌ای که برداشته بودم یک اپرا بود، طراحیش کردم که کارگردان اون اپرا اومد طراحی منو دید و وقتی که فهمید خوششون. آره وقتی فهمید من دارم برمیگردم به من گفت ماکتتو میخوای چیکار کنی؟ گفتم میندازمش دور دیگه. گفت من ازت میخرم.
و 600 پوند اون موقع من پول داد و خیلی پول چسبی داره ازم خرید ماکتو. و اسم تاچه بود بلک ادگار، اسم اوپرا، اسم اوپرایه که من توی جنگل درستش کردم اجرا رو. اومد ایران؟ بعد اومدم ایران ساحره رو بازی کردم. یعنی ترسانه نشدی؟ نه نه، یعنی تا اومد ایران پیشنهاد ساحره شد؟ پیشنهاد ساحره بود که وقتی رفتی همه استقبال کردن با من قطامزه؟ بله، اصلا از قبل آقای میرباقری مثلا تابستونش که من اومده بودم به من گفته بود هیچ فیلمی رو خواهش میکنم بازی نکن تا قطام اول دیده بشه. گفتم من که اصلا میرم و میام نیستم. گفت برای اینکه پیچیده که یه بازیگری اومده، یعنی نابازیگری در واقع اومده داره قطام بازی میکنه، پیچیده و ممکنه بهت پیشنهاد کار بشه. گفتم ببینید من اصلا اونجا داستان جدیه، از این خبران نیست که خالم از این شوخی ها نداره که من حالا بل کنم بیام. بعد گفت بعد تابستون سال آخری که اومدم ایران که بعد رفتم درسم تموم بشه، گفت من یه فیلم سینمایی میخوام کار کنم وقتی برگشتی، که ساحره بود. اومدی؟ که اومدم ساحره رو به هم پیشنهاد داد که اون اولش نمیخواستن من نقش عروسک رو بازی کنم. کدوم نقش بود؟ نقش دختره رو میخواستن من بازی کنم که من گفتم که خب این عروسکه برای من جذابه. گفتن نه ما میخوایم بیاریم یه نفر رو که کارهای عروسکی بلده. گفتم من میتونم، من یاد میگیرم، من عاشق این کارام، اینا برای من هیجان داره. گفتن نه. بعد که قرارداد که با من بستن، قرارداد یک نقش رو بستن. صحنه‌ای که توی ساحره ما تئاتر هممون داریم بازی می‌کنیم، اونجا من یه ذره حرکات عروسکی کردم، یهو آقای میرباقری گفت می‌تونی که خودت هم می‌تونی. گفتم من که میگم میتونم، چرا نمی‌دین خودم؟ بعد که گفتن که خیلی خوب من دو تا فیلم میدم ببین، و آقای نادر رجب‌پور هم میگیم بیان مثلا یه چند جلسه سری چرخش و حرکت باهات کار کنن. که این فیلمه چی بود؟ چیتی چیتی بنگ بنگ بود؟ نه، که عروسک میشن میچرخه روی فیلم چی بود؟ یه فیلم موزیکال، همون کسی بازی میکنه که تو مری پاپینز، پسره که تو مری پاپینز، دیک وان دایک، اگه دیک وان نت پسره دیک وان دایک، پسره که آره که آکاردون میزد و چیم دیک وان دایک، آره اون چیتی چیتی بنگ بنگ، چیتی جمع بنگ بود. یه صحنه آخرش صحنه عروسکی داره. اونو 300,000 بار دیدم. کی یاد بگیرم؟ آره. و با آقای رجب پور همیشه حرکات چرخشی و اینا کار کردم. و شریف نیا هم بود. سر ساحره بود. ساحره می اومدن، بله. سر ساحره بود. آره. بازیگر مقابلت بازیگر نبود، طراح صحنه بود. بله. چرا اون انتخاب شد طراح صحنه؟ دیدن به نقش میخوره. دیدن به نقش میخوره اون مودش و حالش و اونجا هم دوبله شد. بله، اون ولی خیلی بد شد. کی بیشتر صحبت کرد؟ باز خانم مینو غزنوی، که به نظر من خیلی اشتباه بود، چون من یادمه به جای اون طراح صحنه هم طهماسب فکر کنم بله. صحبت کرد، چون که دیگه من نقش یک دختر، یعنی نقش سن خودمو دارم بازی میکنم و واقعیه و نمیشه، یعنی درست نبود دیگه. با قطام خیلی خوب بود ولی با ظاهره به نظر دفعه پیش هم گفتم ما خیلی انتظار قریبی داشتیم، انتظار خاصی داشتیم از این فیلم. بله. شبی که اولین بار فیلم رسید به فستیوال در سینمای گلدن سیتی دیرم رسید. بله. یعنی همین سینمای فلسطین در واقع، من یادمه که شلوغ هم بود، همه اومده بودن فیلم ببینن و فیلم دیر وقت رسید به سینما فلسطین. اتفاق نیفتاد. نه خیلی حیف افتاد، حیف شد، خیلی قصه خیلی خوبی بود، فضای خیلی خوبی بود، اتفاق نیفتاد. یعنی تو این بازیت خیلی خوب بود ولی در مجموع فیلم نشد اون چیزی که بود. درسته. و بعد از اون تو برگشتی از بازیگری به تمثیل؟ نه، بعد اون هم اگه اشتباه نکنم اول عشق به اضافه دو رو بازی کردم. آه چه خوب. بعد گل یخ، بعد هشبا، بعد دیگه گفتم نمی کنم بازی. آره، بعد دیگه نمیدونم یهو زده شدم یهو. آخه فیلمای چی دی بازی کردی؟ یعنی فیلمای بدی نبود ولی فیلمای
به هر حال فیلم های موفق کارگردانشون نبود. بله. یعنی و نقش ها برای من هیچ کاری نمی کرد. آره. یعنی فکر میکنم ظاهره تنها چیزی بود به عنوان بازیگر اگه بخوام بگم. کاراکتر مهم بود. کاراکتر خیلی مهم بود. قطام کاراکتر مهم بود، هم ظاهره. ولی بقیه‌اش رفتی اش بود تو با فاطمه معتمد آریا بودی دیگه. البته بازیم با ایشون یه سکانس تو زن دو بودی دیگه. آره. بعد تو در واقع در توی چیزم که گلیخم که گلیخم با زن بعده بودی دیگه چیز بود. آره. کلن این اتفاق خیلی متاسفانه و اصلا یکی دلایلی که دیگه گفتم من بازی نمی کنم اینه که همش همون فرمت به هم پیشنهاد می شد. یعنی بعد از امام علی هرچی نقش به هم پیشنهاد می شد تو فرمت یه زن فنفتل یا بعد جنس حالا مغرور، خب برای من حالا دیگه با دنیای بازیگری آشنا شدم، به هر حال لندن یک عالمه تئاتر دیده بودم، به هر حال این هیجانه رو حس میکردم و وقتی که فیلمنامه بهم پیشنهاد میشد هیچ هیجانی بهم نمیداد. یعنی هیچ چی احساس میکردم خب من الان باید انگار که دست و پاتون رو بستن، انگار که میبندنتون و میگن که مثلا حالا فقط مثل مجسمه نگاه کن، این حس رو بهم میداد نقشا و بر همین هی رد کردم. نه چون فیلم هم بعد از اون دیگه بازی نکردی برسش بود. رفتی طراحی صحنه. طراحی صحنه کردم. خب مثل که تو هشبا هم طراحی صحنه کردی. آره توی هشبا یه اتفاقی که افتاد، حالا دقیقا یادم نیست چه اتفاقی، این که طراح صحنه یا بود یا رفت، ولی خب آقای داوود نژاد، اتفاقا اون فیلم خیلی تجربه خوبی بود برای من چون هم بهمون خیلی خوش گذشت، خیلی چیز یاد گرفتیم از آقای داوود نژاد، بعد گفتن که حالا هممون با هم کمک کنیم. یعنی من گفتم من کمک میکنم تو طراحی صحنه و لباس، با هم فکری همه دیگه اونطوری نباشه، چون من اصولا هم دوست ندارم دو تا کارو با هم انجام بدم، دوستم تمرکزم روی یک چیز باشه، اگه قراره طراحی صحنه باشه طراحی صحنه، اگر بازیگریه. ولی اون کار یه جوری شد که مثلا با هم فکری چیدمان میکردیم، من ایده میدادم برای لباس، ایده میدادم مهتاب برای لباس، ایده میداد چون موقع مزون داشت، نمیدونم هنوز داره یا نه. آره اون یه کار گروهی شد طراحیش با هم دیگه. آره بعد از اون رفتم دنیا. بله دنیا رو طراحی صحنه کردم که اونم تجربه بعدی نبود ولی باز برای من جذاب نبود. همش احساس رابطت با ایدیترانی چطور بود اونجا؟ لباساش رو بشت. آره لباسا رو بهش دادم که همه هم بعد کار میگفتن چقدر تیپش فرق کرده نسبت به کارا. اوکی بودیم با هم، خیلی اونجوری معاشرتی نبودیم ولی اوکی بودیم با هم. طراحی اون بازیشو میکرد، من طراحی میکردم ولی خب اصلا برای تایکواندو کار کردن طراحی جدی بود اونجا؟ نه به نظرم ببینین الان خیلی عوض شده. الان مثلا من سر کارها میرم میبینم دکور میزنند برای خیلی فیلم ها، صحنه رو از صفر شروع میکنن، ولی اون موقع اینطوری بود که مثلا میگم سر کار دنیا میرفتیم لوکیشن بازدید میکردیم، بعد تهیه کننده انتظار داشت که از همون وسایلی که توی لوکیشن هست استفاده بشه، که من میگفتم که خب این که طراحی نیست، یا اینکه لباسا رو بریم از پیش بازیگر برداریم. گفتم خب لباسی که بازیگر داره مال بازیگره، مال اون شخصه، چه ربطی به کاراکترش داره؟ و هزینه نمی کردن و این موضوع منو خیلی اذیت می کرد و همش احساس می کردم که جوره این خلاقیت رو می گیره و بلدم نبودم جوره دیگه ای رفتار کنم. خود تو تطبیق بدید. آره بعدم رفتی یه فیلم عجیب غریب، زنان ونوسی مردانه. اون دیگه آخرش بود، اون دیگه بدترین تجربه زندگی بود و بعد اون من گفتم این خط این نشون من دیگر طراحی صحنه سینما نمی کنم. تئاتر چرا؟ تئاتر رو دوست دارم، چند تا کار تئاتر هم انجام دادم. تئاتر کیه چیه بود؟ من با حسن مرجونی چیز رو انجام دادم، باغ آلبالو لباسش رو انجام دادم و مترسگ هاش. یه تئاتر کوچیک بود که هوتن بازی میکرد و خیلی درجه ای بود که خیلی مینیمال بود شکیبا. و هوتن شکیبا اونو لباس و صحنه‌شو انجام دادم، بیشتر لباس و پرده عاشقی آقای میرباقی هم که اولین کار تئاترم بود. اصلا اون باعث شد من برم سر معصومیت از دست رفته. آره که قرار بود از معصومیت از رفته بگیم مختا که مختا بودم بای بای. آره اونو دیگه نرفتم. دیگه نرفت. نه. بعد از اون بازی پیشنهاد شد. بازی بیشتر ترجیح دادم که چی بازی کردی بعد از اون؟ بعد از دیگه بعد دنیا، بعد از زنان، تنها نکته مثبت زنان ونوسی این بود که من بهاره رهنما رو سر تست لباس دیدم. روز اول اومد و متعجب منو نگاه کرد که تو مگه ایرانی؟ گفتم که خب
آره من خیلی وقت ایرانم. گفت چرا پس ما در به در دنبالت میگردیم پیدات نمیکنیم. گفتم من نمیدونم. که گوشی رو گرفت به پیمان زنگ زد، گفت پیمان ویشگاه جلوی من نشسته. و اونا متعجب، انگار که حالا نمیدونم پیغام پسگامای اون موقع چجوری بوده که گفته بودن من نیستم برای یا اصلا شماره رو پیدا نمیکردن. و همون روز من رفتم دفتر آقای سرتیپی با رامبود و پیمان، به هم فیلم نامر دادن، شب خوندم، فرداش از سر کار رفتم همونجا قرارداد بستم. و بعد فیلم چیز دیگه ورود آقای ممنون، ورود آقای آش. اون تنها نکته مثبت زنون تو هیچ دیگه نداشت برای من. قرار بود اول هدیه تهرانی بازی کنه. نه اینطور شده. آره آره. بعد مریلا درسته؟ بعد مریلا. البته قبل از، خیلی قبل از تو. یعنی مثل اینکه کارگردان سناریو چرخیده بود، کارگردان چرخیده بود. کارگردان خانم مرزی برومن بود. ولی موقعی که دیگه رام بود قرار شد کارگردان کنه. بود تو شدی. نمیدونم پیشنهاد کی بوده، ولی خیلی پیشنهاد خوبی بود. من یه بار پرسیدم از رامبد، فکر کنم پیشنهاد خود پیمان و رامبد بوده، جفتشون بوده. پیمان رامبد بوده. چون من اون موقع سر من یک سریال بازی کردم، وقتی گیف به دنیا آمد من دیگه کار نکردم. تو کی ازدواج کردی؟ سال 2000 میشه که بگم. چرا میگم 2000؟ برای که سال 2000 پروپوز شد بهم، برام یادمه. و گیف که به دنیا آمد خب من یه مدت کار نکردم. اولین بچه گیف بود؟ یه دونه بچه بیشتر ندارم. یه دونه. و من یه سریالی رو بازی کردم، نردبانی بر آسمان. آره اونو باقی لطیفی اونم دوست داشتم. بد نبود. مثلا من کارهای تاریخی رو چون تو شمشیر بازی دارم، اسبواری داره، چیزی دوست دارم. بعد از اون سریال رفتی ورود آقای ممنوع دیگه؟ اون قبله. بله قبل وروده یه فاصله افتاد، بعد آره من ورود آقای ممنوع بازی کردم. با ورود آقای ممنوع تو یک تیپ جدیدی رو تبدیل کردی. بله. وقتی سناریو خوندی میدونستی قراره این تیپ جدید بازی کنی؟ نه، سناریویی که خوندم خب مشخص بود که یک زن خشن به خودش نمیرسه، یه ذره مرد نما هست و بعد دچار یک تحولی میشه و حالا زیبا مثلا میشه اون بچهش. ولی که خب وقتی که تست گیریم و زدن تازه فهمیدم که چه اتفاقی قراره بیافته. قبل ولی میدونستم که بهها خوشگل نباید باشه دیگه. چقدر در بودن تیپ رامبود محصر بود؟ در بودن اون تیپی که من در بودم خیلی. ببینین من یه وقتی که خوندم و وقتی که گریم شدم، لباسا رو پوشیدم، خودم رو که تو آینه دیدم تازه دستم اومد که خب این شبیه کی میتونه باشه. و خب وقتی که آدم به گذشتش فکر میکنه و حال اینجور آدم ها گهگداری جلوش ظاهر شدن. و اولین صحنه که بازی کردی؟ برم 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 اولین صحنه مون یادم نیست کدوم بود. نه در طول کار تیپ ساخته شد دیگه. بله ما 2 هفته تمرین کردیم قبل. دورخونی داشتیم. اول دورخونی داشتیم، بعد جاهامون رو عوض میکردیم تو دورخونی. من مرد میخوندم، زن میخوندم، بازیگرهای بقیه، یعنی جا به جا میشدیم. رضا عطاران نقش من رو میخوند، من نقش رضا عطاران رو میخوندم. و بعد لباس میپوشیدیم چون تو خود لوکیشن بودیم، لوکیشن آماده بود، میرفتیم تو خود لوکیشن هم به وقتای سکانس هایی رو تمرین میکردیم به شکل های مختلف که هم پیمان میامد هم رامبد بود، میشستیم همه. این 2 هفته تمرین خیلی تاثیر داشت. خیلی تاثیر داشت و خیلی جالبه که بعد از این همه مدت، حالا این چند تا کارهایی که من انجام داده بودم، اولین بار بود که تمرین برای من اتفاق میافتاد قبل از فیلم برداری. که فکر میکنم یکی از مؤثرترین و یکی از دلایلی که من نقشم تونستم خوب در بیارم این تمرینای زیاد بود که برای من جا افتاد نقش. قبل از اینکه برم با عطاران شده خوب بود؟ خیلی خوب بود. خیلی. هم کمک میکردی تو بازی؟ عطاران آره خیلی به من کمک میکرد، اون که درجه یکه، ولی من خیلی ازش سعی میکردم یاد بگیرم چون یک کنترل بسیار عجیبی روی کمدی داره و اضافه کاری اصلا نداره و من
این برای من خیلی جذاب بود و خیلی بدبستون خوبی داشت. اونجا آدم مهم بودن، مانی حقیقی. بله مانی حقیقی، بله. آره یعنی اطرافت خیلی بودن، خیلی. مانی حقیقی. به همین همینا مثلا فکر می‌کنم اصلا اون توی دورخونی پیشنهاد مانی بود که جابجا شیم، هر کس جای یکی دیگه بخونه، که اونم باز برای من دفعه اول بود اتفاق می افتاد و خیلی کمک می کرد، به خاطر اینکه من می دیدم که مثلا رضا که مرده یا خود مانی نقش خانم دارابی رو چجوری می خونه، بعد بهاره چجوری می خونه نقش خانم دارابی رو، ستاره پسیانی چجوری می خونه نقش خانم دارابی رو، اینا رو نگاه می کردم و خب یه چیزایی رو نوت برمی داشتم که بهم کمک می کرد و سعی می کردم که حالا ورژن خودم رو اجرا کنم. تو می دیدی اولین بازیگری هستی، بازیگر زنی هستی که برای نقش کمدی سیمرغ گرفتی؟ آره گفتن به در ایران، در دنیا ایران؟ هم در دنیا من فکر نمی کنم بازیگر نقش کمدی سیمرغ گرفته باشه. راست میگی؟ آره من یادم نمیاد، حالا جایزه های گلدن گلوب اینا نه، ولی جایزه اسکار من یادم نمیاد که بازیگر نقش کمدی سیمرغ گرفته باشه. و تا اولین بازیگر زنی هستی که برای نقش کمدی در ایران اسکار. مردم نگرفته جایزه؟ چرا عطاران گرفته دیگه، عطاران برای... همین سال هم عطاران فکر میکنم برای یک فیلمی گرفت، برای دهلیز گرفت، ولی نقش جدی بود. نه برای یک فیلم دیگه گرفت، امسال هم گرفت. برای عطاران گرفته، ولی چیز مرد کمدی شاید داشته باشه ولی زن کمدی نداشته. ولی زن کمدی نداشته. آره و اصلا نقش کمدیشون عبدی هم که گرفته، عبدی برای نقش جدی مادر گرفت. آها درسته. آره برای مادر گرفت که نقش خاصی بود که برای من نداشتم. برای یادت من بهت گفتم جایزه میگیری. آره. و من باز گفتم اینم میشه مثل ساحره. میگن اون لحظه آخری عوض میشه. فشار مونده بود جشن تموم میشه، من بهت گفتم که باورم نمیشه. میگم مگه میشه برای کمدی؟ چون من خیلی عجیب بود، یعنی همه هم فکر نمیکردم، ولی من یه صحبتی کردم دیدم همه دارن یک اظهار تمایل خیلی خوب میکنن و به نظر میرسه که فیلم گرفته، ولی دلشون نمیخواد به چیزی دیگه جایزه بدن. آها. میخوان بازیگر جایزه بدن که مسئله براشون نشه و بازیگر جایزه دار که سناریو و کارگردانی هم شایستگی جایزه داشت. یادم نیست چه فیلم های جایزه گرفت، ولی شایستگی جایزه همزمان با جدایی نادر هستی. نه اون موقع فیلم خوبی بود، جرمم بود. آره جرم بهترین فیلم گرفت. جدایی نادر از سیمین در واقع بهترین کارگردانی رو گرفت. شما بهترین بازی گرفتی. بهترین فیلمنامه یادم نیست چی گرفت، ولی ما اولی پیمان و رامبد کاندید شدن. یادم نمیاد. رامبد که نشد، پیمان رو نمیدونم. مسکی نشده. نه نشده. ولی خب خیلی فیلم مهمی بود اون سال دیگه. بعد از اون بود که تو اصلا برای کمدی جا افتادی؟ دقیقاً. بعد اون پیشنهادات کمدی شروع شد. آره پیشنهاد، البته خیلی جالبه، من بعد از اینکه برد آقای ممنوع رو بازی کردم تا یک سال هیچی بهم پیشنهاد نشد. جایزه هم گرفتم، جایزه رو گرفتم، هیچ کس سراغ من نیومد. نشسته خونه. آره و اینم بودم که خب چطور شد و بعد پرده نشین رو برای همین شد سریال بازی کردم. بعد دیگه آشناییم شد با آقای مقدم که نهنگ انبر یک رو بازی کردم. سامان چقدر خوبه، خیلی فیلم های خوبه، هم نهنگ انبر یک هم نهنگ انبر دو خیلی خوبه. اصلا کمدی تو از اونا از اونجا تو توی آورد آقای ممنوع تو کمدی رومانتیک داری بازی میکنی. درست. ولی کم کم قاطی میکنی کمدی رومانتیک رو با کمدی هایی بزن با کوب. بله. یعنی یک فانتزی داخل توش میارم. توش میاد. هم تو نهنگ انبر هست، هم تو نهنگ انبر یک هست، هم تو نهنگ انبر دو هست. خیلی خوبن اینا. خیلی خوبه. خیلی. و بعد تو خوب بجرد که درجه یک جیغ زدن ها دویدن ها از خودت میاد دیگه. فهم میکنم من اصولا یه آدمی هستم که خیلی جنب و جوش دارم. آره من فکر می‌کنم بخوام راه رفتن، حرف زدن، خندیدن، حرکات دست، اینا تو کمدی خیلی کمک میکنه و باید همش با هم دیگه اتفاق بیفته، فقط صورت و میمیک و اینا نیست. من یه نمایش مزه دیدم میسیسیپی نشسته. آره آره خیلی خوب بودونم. آره. اونجا اون چیز اصلا آره. اون بهترین اونجا در واقع تو یه حالت همین راه رفتن داری، همین شک بازی داری، همین در واقع
یعنی از فیلم از اون فیلم ها جا افتادیم. درسته. و ما میدونیم که نداریم اصلا. ما کمدین به صورت بازیگری که در ریتم راه رفتن، در ریتم، در لحن گفتن، در اصلا اینا نداریم اصلا. ما در ایران نداشتیم. ما بازیگر کمدی زن که اصلا نداشتیم. بازیگر کمدی مرد داشتیم. بله. ولی زن نداشتیم. و تو اولین بازیگر زن کمدی ایران هستی. البته الان داره بیشتر میشه. بله. بله. تعداد بازیگر زن کمدی اینا بیشتر میشه. چون کمدی به زن و کوب داره جا میافته. درسته. کمدی رمانتیک داره جا میافته. درسته. آره. یعنی در واقع خیلی تو این کمدی به زن و کوب راه رفتن مهمه که تو من در جیغ زدن مهمه. جیغ زدن مهمه. بله. که توی خوب با جلف دارم. آره. خیلی اینا هست اصلا. آره. قضیه توی اون. آره. فکر میکنم اینا خیلی مهمه که آدم روش کار کنه. و فیلم خارجی هم میدیدی از این فیلم های خارجی کمدی؟ آره، من اصولا کمدی رو همیشه دوست داشتم. من از بچگی بودم بنی هیل یادمه نگاه میکردیم، اون موقع تو ویدیو بود، بنی هیل شو رو نگاه میکردم. بله. همیشه دوست داشتم، یعنی برام جذاب بود. بعد حالا یکمی جلوتر تیپ های اون مستر بین رو دوست داشتم، و بعد وقتی رفتم لندن سریال فرندز، اون موقع تازه سریال فرندز تازه شروع شده بود و آه. من میموردم با سریال فرندز. سریال فرندز اولش هم خیلی گرفت. آره. به هر حال یه چیزی که همچنان الان هم میشینم میبینم باهاش میخندم و حالم خوبه. جنس اون بازی ها اومده تو. آره. بازی دیگه جنس اونا، بازی فرنگی اومده. آره. آره. ممکنه. آره. چون اونا رو خیلی میبینم. آره. اونا رو خیلی میبینم. خوب و جلف هم این امکان رو میداد که تو این بازی ها رو داشته. آره. باشی. ورود آقای ممنوع هم این امکان رو میداد که. آره. در واقع. ولی قبول دارین که نمی نویسن واسه یه زن اون کمدی رو. یعنی ورود الان توی این، حالا بجز نهنگ انبر که حالا اون نقش فرناز مشخص بود چه نقشی هستش، ولی شما تو بقیه کارهای من ببینید همه کوتاهه، کوچیکه، چیز نداره، مثل ورود آقای ممنوع نیست، کامل نیست نقش زنه. ببین اون یکی از کمدیای موفق کمدی رمانتیک درجه یکی ورود آقای ممنوع که روی نقش زن پیاده شده. هره. و خیلی خوبه از این نظر. نقش مرد دومه، نقش یک مال زن است که چون تغییر زن میکنه. درسته. مرد تغییر نمیکنه، زن زن تغییر میکنه. ولی دیگه بعد اون خیلی نه متاسفانه یه خورده تو خوب بر جلف هستی. آره. و الان دراکولا که ژاله کبیری در واقع با همون استایل داره وارد شد. آره. یعنی با راه رفتن خیلی خوب وارد شد. راه رفتن قاضی خیلی خوب وارد شدی اصلا. یعنی اصلا غریب بود اون راه رفتنه، با حیوانات صحبت کردنه، با آدم ها صحبت کردنه، همینو اصلا اون خندیدنه. آره. اصلا اون خندیدنه درجه یکه، اون تیکی که تو میبینی مینا رو میبینی اون میخنده تو میخندی، خیلی درجه یکه این تیکا. آره. آره. یا اون تیکی که تو بازجویی میکنن، تو سه نو بازی میکنی. آره. برای اینکه من فهم میکنم که یعنی چیزی که با آقای مدیری صحبت کردیم این بود که خب حالا توضیح بدن که نقش چی میخواد باشه، چه جور آدمیه، چی کار است، همه اینا در وهله اول توضیح بدن. پیمانم میومد سرسنه؟ نه. نه نه. بعد من گفتم که خیلی خب پس این ژاله رو بیایم، یعنی پیش خودم گفتم بیام براش یک نورا رفتن، خنده، گریه، اینا رو همه رو یه چیزای خاص خودش رو پیدا کنم که فکر کنم تو کمدی به هر حال تأثیر بذاره. ولی گفتم که خیلی خوب میشه که این رفتارش با همه یه شکل نباشه، یعنی با هر کسی یه حالی باشه، با کامیجون یه جور باشه، با کارگرا یه جور، با دوستش یه جور، با مثلا حالا توی دادسرا میره یه جور. و این خیلی آقای مدیری هم تشویق کردن که این اتفاق خوبه که بیفته، چون مونوتون میشه دیگه. به هر حال من دوست ندارم که یه شکل و یه نوع. نه اصلا اون تیکیه تو دادگاه که تو سه نوع بازی میکنی. آره. به نظرم بهترین جای اجرای بازی توه که سه حالت رو میگیری. بله. یعنی سه تا تغییر چهره میدی و خیلی خوبه. با دیالوگای این طرفه. آره. خیلی تغییر چهره خیلی خوبی، یعنی نقشه در اومده جلوی کبیری. البته ما فعلا که چند تا قسمت بیشتر داریم. آره، پنج قسمت، شش قسمت. آره، شش قسمت. آره. بیشتر. امیدوارم که خب همینطوریم، چون ما در حال فیلم برداری هستیم و قصه داره نوشته میشه و امیدوارم که خب همینطوری جلو میره این اجازه رو بده. اولین باره که داری با
آقای مدیری کار میکنی. بله. تحلیلت خیلی خوبه، خیلی درجه. من راستش بخواین اصلا دیگه تصمیم داشتم کمدی کار نکنم، به دلیل همین چیزی که بهتون گفتم، این که سناریویی که بهم پیشنهاد میشد نقش، حالا ممکن بود سناریو خوبه، نقش برای من کاری نمیکرد و من پیش خودم فکر میکردم خب من بهتریناشو اجرا کردم دیگه، ورود آقای ممنون نهنگ انبر دیگه چیزی به من اضافه نمیکنه و جذابیتی واقعا نداره، به اضافه اینکه خب خسته شده بودم، دارم خواستم یه فیلم جدی کار کنم، البته کار کردم که شما هنوز ندیدین، ولی وقتی که پیشنهاد دادم فیلم خوبیه، گورکن. آره گورکن. آره. خیلی شنیدم. بله. ولی وقتی که آقای مدیری پیشنهاد دادن گفتم دیگه اگر رزومه با آقای مقدم داشتم، با رامبد داشتم، دیگه با قول کمدی باید داشته باشم. خیلی هیجان داشتم که باهاشون کار کنم و خیلی تجربه خوبیه برام. فرقاشون آقای مدیری خیلی اضافه کاری دوست ندارن، خیلی کنترل شده دوست دارن و حالا درسته که من یه فانتزی بازی میکنم و حالا شاید یه جاهایی قلف شده باشه، ولی همون قلف شده رو هم کنترل میشه، یعنی همون میگه مثلا زیاد شد فیتیله بیاد پایین تر. نوع نگاهشون به طنز یه جور دیگه است اگه بخوام مقایسه کنم با مثلا سامان. کاملا همون سنس آف هیومر سامان یک جوره، آقای مدیری یک جوره. آقای مدیری خیلی آرومترن، خیلی ساکتترن، یعنی مدلشون هم خودشون هم آرومن. این تاثیر میذاره روی بازی من و حالا نوع نگاهشون که چه جوری هستش. خیلی خیلی جالبه، یعنی چیز خیلی دارم یاد میگیرم، یعنی برای من خب خیلی تو با کارگردان آره. مثل سامان کار کردی، با کارگردان مثل رامبد آره. کار کردی که هر سهشون الان در واقع کارگردان شاخص سینمایی کمدی هستن. کمدی هستن درست، در واقع هر سهشون سینمای کمدی رو چیز میکنن، پس تجربه خوبیه. خیلی 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 برای من، برای به عنوان بازیگر کمدی، چون خودشون هم بازی میکنن، خیلی وقت دقت میکنم ببینم که بدونی که کاری بکنن مثلا جمله‌ای رو میگن و خیلی بانمک میشه و همش دارم نگاه میکنم که چیه، چون من واقعا میگم اضافه کاری رو دوست ندارم تو کمدی، همش دوست دارم که کنترل شده باشه و همش هم نگرانم مبادا خودم اضافه کاری بکنم، برای همینه که خواهش میکنم به حالا کارگردانم که منو مهار کنه، که حالا خیالم راحت حداقل از آقای مدیری که میدونم دوست ندارن خیلی شلوخ کاری و اضافه کاری و حالا اگزاجره. حالا امیدوارم به حال تا اینجا که تا الان میشه گفت که سریال داره رو تو میچرخه و سریال با تو داره جلو میره و سریال آدم اصلی سریال تا اینجا تو هستی و آدم موفق سریال هم تو هستی و داری سریال خوب میچرخونی، این واقعیتیه. حالا از قسمت بعدی شاید بقیه بازیگران بله. به شدت گل کنن که ما نمیدونیم، و ای تا اینجا تا این قسمتی که داری میاد جاله کبیری به نظر من از همون لحظه که وارد میشه تا لحظه که ما الان داریمش در واقع خیلی خوبه. الان دیگه کم کم داریم چیزهای دیگه میبینیم تو قصه، ولی خب جاله کبیری همچنان درخشش رو داره. این حاشیه که برای حیوانات به وجود اومد، بله، یه لحظه بازی میکردی توی قسمتی که با پلنگی بود، الان به ببره ببره پخشش میکنن ببره رو، الان ببره پخش کنن ما ببینیمش. میخواستم راجب این صحنه باهات صحبت کنم که هفته پیش چند جالی شد. این چند سال، این خیلی بچه هست. بله، این 6 ماهه. 6 ماهه. اسمش شادیه. شادیه. و خیلی شیطون بود. مربیش هم اونجا بود. مربیش هم اونجا کنار دوربین پیش من نشسته بود. اولش هم روی مبل نشست، نازش کرد که این با اون مبل دوست بشه، استرسش از بین بره. خیلی هم قبل پلان این مدلی بودیم که همه رو بیرون میکردیم که استرس نگیره. به هر حال شیطونی میخواست بکنه دیگه، لباس من بلند بود، دوست داشت با لباس من بازی کنه. نترسیدی؟ به هر حال نمیتونم بگم نترسیدم اصلا، چون مربی اونجا بود خیالم راحت بود، ولی خب به هر حال یک چیزی درونم میگفت مواظب باش دیگه. به هر حال یه این یه چیز بود، عکس العمل
در جا به ذهنم رسید که این باد بزن رو بدم بهش. یعنی پلان که شروع شد باد بزن قرار نبود دستش باشه، دست من بود. این که نشست پیش من، حالا این وسط پلانه، این که نشوندم پیش من، به محض اینکه شروع کردم دیالوگ گفتن و با باد بزنم تکون دادن، این چشش خورد به باد بزن، یهو اینطوری کرد منم بهش دادم تمام طول پلان، این داشت کلنجار میرفت با این باد بزنه، یه جا دیگه خسته شد، فکر کرد که این استخونه خوشمزه و اینو با این شرکت بازی اینجا کردن که اینجا ترسیدم، ولی چون وسط پلان بود نمیخواستم پلان خراب بشه، این واکنشو نشون دادم که بیارمش تو بازی که بیا حالا با این بازی خب به حال جنجال راجع به حیوانات در این سریال بله، شده بله. از واکنشی که من تا اونجا که شنیدم هدیه تهرانی نشون داده و از واکنشی که بقیه دوستان نشون داده بله. خود چه تحریمی ده؟ چون خودت علاقه من به حیواناتی و خیلی میدونم که ببینید واقعا موضوع حیوانات خب یه موضوع خیلی جدی هستش، اینو هممون میدونیم، حیات وحشمون در حال در خطر هستش، اینو میدونیم. من خودم چند سال پیش واسه حیات وحش یه حراجی بود که آقای تناولی کاراشون رو قرار بود حراج بذارن که من خودم رفتم اونجا چوب زدم براشون، چون استادم بودن، استاد از من خواهش کردن که تو بیا حراج رو اجرا کن. تناولی استاد کجا بوده؟ من مجسمه سازی یادم استاد من آقای تناولی بودن که از من خواهش کردن که تو بیا، که خیلی هم حراج خیلی جذابی شد. کی استاد درس مجسمه خوندی یادم؟ من از انگلیس که اومدم من عاشق مجسمه سازی بودم همیشه، خاله من تو لندن کار میکرد و وقتی که از انگلیس اومدم میرفتم کارگاه هنر هفته ای دو بار اونجا مجسمه سازی یاد میگرفتم برای خودم با استادای مختلف، که با استاد شهابی بودم، با رامی سعادت کار کردم، با سلیمی کار کردم و بعد رسید به آقای تناولی، معروف‌ترین چهره مجسمه‌سازی و دیگه بیشترین چیزهای ممکن رو از ایشون یاد گرفتم، که نمایشگاهی هم که گذاشتم همش به خاطر آقای تناولی. خب رفتی چوب زدی؟ چوب زدم، کارا رو حراج گذاشتیم واسه همین حفظ حیات وحش. این فیلم کمدیه و ما داریم یک چیزهایی رو به طب مسخره می‌کنیم که این خانواده با این همه ثروت حیواناتشون حیوانات معمولی نیستن، حیوانات نوکیسار دارن. بله. البته که یک عالمش سی جی بود. یعنی زرافه سی جیه، اون کروکودیل سی جیه، هیچ کدوم در اون عمارت حضور ندارن. ببر حضور داره. ببر با مربی از باغ وحش صفادش اگه اشتباه نکنم، با مراقبت درجه یک می آوردن. این صحنه ها رو می گرفتیم، به محض اینکه کار تموم می شد سوار می شدن می رفتن. خب از همون اصلا فیلم هنوز در نیامده بود، عکس من تو بیلبورد اومد با آقای مدیری، شروع شد این جو که ترویج حیوان آزاری از چیزی که استفاده شده، و این پست رو من توی صفحه اینستاگرامم گذاشتم. مسیجی که به من اومد که تو ترویج حیوان آزاری داری انجام میدی، که میتونم بفهمم نگرانی دوستان رو که بله ما شاید من دارم ترویج میکنم که ببر بیاریم نگه داریم، ولی این کمدیه. من واقعا دیگه اینجا نمیدونم، سوادم نمیرسه که تو همه دنیا فیلم ها رو حیوانات رو میارن با مراقبت های ویژه، ما هم این کارو کردیم، ولی اینکه حالا این جو چجوری شد که به وجود اومد که به ما دارن میگن شما دارین حیوانا رو آزار میدین، یا داریم ما داریم یاد میدیم که حیوانو آزار بدین، در صورتی که فقط تنها کاری که داریم تو سریال میکنین یه ذره، حالا البته قسمت بعد میبینید تمام اتفاقات، نمیتونم قصه رو بگم، یه اتفاقی میفته که فکر میکنم دوستان خوشحال بشن. نمیدونم واقعا، یعنی من فکر میکنم که داریم مسخره میکنیم، یعنی ما داریم مسخره میکنیم، داریم میگیم که نگاه کن اینا مثلا با این پول و ثروتشون فکر میکنن ببر گربه است و انقدر عقلشون نمیرسه، یه ذره اینو داریم نشون میدیم، ولی خب برداشت ها جور دیگه ای شد که چرا حیوانات رو آوردید، حیوانات داریم و نمیدونم نگران اینن که ما داریم حیوانات رو اذیت میکنیم، یا نگران اینن که ما یاد میدیم و دیگران میرن این حیوانات رو میارن و شروع میکنن آزار دادن. آره، ولی من همیشه میگم که کاشکی که
بیایم این داستان رو اصلا فرهنگ سازی کنیم، اینو بیشتر راجبش دوستانه صحبت کنیم، بازش کنیم، چاره بیاندیشیم. فقط کمپین راه ندازیم که بگیم که چرا این کارو کردید، چرا این کارو کردید، دارید ترویج میکنید. خیلی خب، من این پستو گذاشتم، اسم نمیارم، یکی از دوستانم بهم زنگ زد گفت اگه فهم میکنی اشکالی نداری اینو بردار، چون اینجوری داره برداشت میشه. گفتم من اصلا نمیخوام ترویج حیوان آزاری رو الان اینجا را بندازم. البته که من دارم آزارش نمیدم، من دارم نازش میکنم. اگه خطاب به منه که من آزار نمیدم، من این کنار من نشسته و دارم نشون میدم که حتی وسط پلان این گربه، این ببر که شیطونی هم کرده، به جای که حرکت خشونت آمیزی داشته باشم یا اینکه بپرم جیغ بزنم یا استرسی به ببر وارد کنم، به جای اون یک همون لحظه خودم آرامشم رو حفظ کردم. درسته که خیلی چیز شجاعانه ای نبود، یعنی ترسناک بود، بهای ببره، نمیدونم که تو مغز اون ببر چه میگذره. درسته مربیشم کنار من نشسته، اما میام خودم رو کنترل میکنم به خاطر که به این ببر استرس وارد نشه، چون میدونم که حیوان، همه حیوانات به محض اینکه استرس بگیرند عکس العمل نشون میدن. پس این حالا در مورد سگ هست، در مورد گربه هست. پس این رو میام تو بازی میارم و شوخی میکنم یه جوری که هم پلان خراب نشه و هم که مربی بتونه بیاد و کات بدن. پس وقتی که به من میگن که تو داری ترویج حیوان آزاری میکنی با عکس من، خب یه کمی ناراحت میشم، میگم که خیلی خب، من به خاطر شما که نگران حیوانات هستید پست رو ور میدارم، ولی نیاد دیگه به من بگید تو ترویج داری میکنی. دوستانه باشین، فوری حمله میکنن، فوری هرچی فضای مجازی دیگه. من حتی زیر این پست دو سه نفر برام مسیج گذاشتن که کارت درست نیست و داری همین کار رو میکنی. من حتی اونا رو پاک نکردم، گفتم احترام میذارم به نظریشون. و داشتم اتفاقا یه تو اینستاگرام یه پیجی هست من دنبال میکنم، بلک جگوار وایت تایگر، یه برزیلیه که با همه حیوانات وحشی داره زندگی میکنه، ببر و تایگر و جگوار و همه تو حلقشن و دهنشن. من یه بار یه پست ازش گذاشتم تو دایرکت، ازم تشکر کرد که خوشحالم از این پست خوشت اومده. قبل از این که اصلا همه این مسائل پیش بیاد، پیش خودم گفتم برای سواد خودم این صحنه ها رو بفرستم و نظر کارشناسانه از اون بگیرم، چون اون میرم که واقعا حامی اون حیوانات هستش، یعنی تخصصش در اون هستش. ازش بپرسم این کار ما اشتباهه آیا؟ و اگر اشتباهه، خب تکرارش دفعه بعد من اجازه ندم سر صحنه همچین اتفاقی بیفته، من اجازه مخالفتمو نشون بدم. یا اگر نه، بگم که مربیش اونجا بوده، با حفظ نگهداری و اینا اومده، توضیح بدم ببینم نظر اون چیه. واقعا می‌خواستم بهش یه نامه بزنم ببینم اون چیه میگه، که خب دیگه اصلا داستان شد. این آشناسی حامد وکیلی، حامد وکیل. البته دو تا صحنه بیشتر متأسفانه با هم کار نکنیم، ولی خیلی با هم کردن. خیلی کلا که هنوز تموم نشده، داریم فیلم برداری میکنین، کار دیگه هم که نداری هنوز؟ نه الان صحبتی نکردم. صحبتی نکردم. و یک فیلم داری که قرار نمایش، بله، گورکن، که متأسفانه تو جشنواره نشونش ندادن، ولی تو این مدت کلی جایزه گرفته، حدود 8 تا 9 تا جایزه بین‌المللی گرفته، 30 تا جشنواره شرکت کرده. اون وقت خیلی دوستش دارن. اینا دوستش نداشت. متأسفانه کمیته انتخابش نکرد. بله داره. همه میگفتن بازی تو خیلی خوبه. من با کمیته انتخاب صحبت کردم. من خیلی زحمت کشیدم واسه اون نقش. خیلی خیلی زیاد و خیلی امیدوار بودم که مثلا تو فجر دیده بشه و همه تو سر صحنه معتقد بودن. همون موقع میگفتن که جایزه مال توئه. عکاسمون میگفت این نقش رو مثل اینکه خیلی دوست داری. گفتم چطور؟ گفت خیلی داری براش انرژی میذاری. خیلی دوستش داشتم و خیلی واقعا زحمتی که واسه اون نقش کشیدم، میگم خیلی وقت بود واسه این نقش، خیلی سخت بود. انقدر احساسی درگیر یک نقش تا حالا نشده بودم. خیلی احساسی درگیرش شده بودم. انشالله که میبینیم. حالا عید فطر امیدواریم که انشالله که بیاد و بیاد و ما ببینیمش. و خیلی ممنونم به شما. خیلی ممنونم. مثل همیشه جذاب صحبت کردی. مثل همیشه با انرژی و خیلی خوب صحبت کردی. و انشالله که همیشه خواهش کنم انشالله که همیشه سالم و خوب باشی و همیشه با انرژی تو شومه کمدی
و با همون انرژی تو فیلم های جدی بازی کنیم. انشالله. موفق باشیم. قربونتون برم. ممنونم از دعوتتون. از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودن خیلی ممنونم. شب بخیر.